موسی شریفی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از دبی در ادامه همراه ما هستند. آقای شریفی، خاطرم هستش که حدودا 5 سال پیش که دونالد ترامپ در واقع اولین سفرش رو به عربستان سعودی داشت، انگار جو به گونه دیگری بود. من میخوام مقایسه ای داشته باشین شما از سفر آقای بایدن به عربستان سعودی و اونچه که امروز در جریان هست و اون رو مقایسه بکنید با سفر 5 سال پیش آقای دونالد ترامپ. بله، با سلام به شما و بینندگان عزیزتان. سفر بایدن از این جهت که بایدن در حمله انتخاباتی خودش خیلی به عربستان سعودی حمله کرده بود و او را کشور منزوی کرده بود، حالا بعد از این همه تحولات و این همه مذاکره خودش یعنی بلند شده و اومده عربستان سعودی، خب این از نظر جنبه معنوی به ضرر خود بایدن بوده و تا اینکه به ضرر عربستان سعودی باشه. تحلیلگرای عرب و رسانه‌های عربی بیشتر رو این مسئله فوکس کردن که عربستان اهمیت خودش رو از دست نداده، هم از نظر منطقه‌ای، هم از نظر به اصطلاح اقتصادی، از نظر نفت، از نظر نفوذ فرهنگی، اینکه کشوری بالاخره قبله مسلمین هست و اینکه این کشور الان به یک بازتعریفی از سیاست خودش در منطقه و در جهان داره. نسل جوان الان سکاندار امور در عربستان هستن، چشمانداز اقتصادی دارن، برنامه دارن و اون عربستانی که یک کشور سنتی و کهنه و یک کشور خسته بود از اون مرحله در اومده و بازتعریف کرده خودش رو، سیاست خودش را، و بر اساس این بازتعریف جدید است که عربستان گام برمی‌داره و علاقه و روابط خودش را با کشورها ترسیم می‌کنه. بنابراین ما دیدیم که آقای جو بایدن حتی قبل از این که به اسرائیل بیاد گفت که من با محمد بن سلمان دیدار نخواهم کرد و با ملک سلمان دیدار خواهم کرد و برای دیدار با نشست کشورهای عربی اونجا میرم، ولی الان خود کاخ سفید امروز گفت که یک به اصطلاح نشست ویژه‌ای داره با محمد بن سلمان. بنابراین اگر این مسائل همه رو رو هم بذاریم نشون میده که عربستان از یک موقعیت ویژه‌ای در منطقه برخورداره و این به عنوان یک نقطه امتیاز هست برای عربستان سعودی، خصوصا در شرایطی که الان میدونید مسئله انرژی خیلی مطرحه تو جهان، مسئله برجام ایران به صورت ناتمام شده و در حاله از ابهام به سر میبره، آشفتگی داخل ایران و حتی دوستای ما برخلاف دوستای شما که گفتن مثلا شبه نظامیان وابسته به ایران در عراق الان وضعیت خوبی ندارن. شما امروز تظاهرات آقای صدر که از دوستای سعودی هست یک تظاهرات بیشتر از 1 میلیون داشت که وضعیت طرفدارای ایران در عراق در حالت دفاعی هستن. بنابراین این همه عوامل و شرایط باعث شده که بایدن بیاد اینجا. بایدن خودش گفت که من دارم میروم که اشتباهات که ما داشتیم اصلاح کنم، آمریکا نباید از منطقه بره، ما از منطقه رفتیم و منطقه به اصطلاح به زیان ما تمام شد و این زیان به آمریکا هم برگشت. بنابراین خروج آمریکا از منطقه به نظر من به کشورهای مثل ایران که به هیچ بالاخره هیچ ارزشی از نظر بین المللی، روابط بین الملل، حقوق کشورها، حد و مرز، دخالت ها، این همه مسائل به اصطلاح رعایت نمی کنه و اگر آمریکا اینجا رو به اصطلاح خالی کنه ما ایران را می بینیم به اصطلاح مانور میشه، جولانگاه ایران میشه، جولانگاه احزاب تروریستی مثل حزب الله اینا میشه. بنابراین آمریکا یه بازنگری کرده تو سیاست خودش و علاوه بر ایران باز چین داره خیلی محکم وارد منطقه خاورمیانه میشه. اینا همه عواملی هستن که باعث شدن آقای جو بایدن این سفر را به اصطلاح برنامه خودش قرار بده و از نظر اکثر تحلیلگرای عرب این سفر خیلی مهمه و یک سفر تاریخی هست. بله. بسیار خب آقای شریفی همراه ما باشید لطفاً. برگردیم به محل استقرار خبرنگاران کاخ سفید که همکارم اونجا آرش علایی